به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. جبهه آزادی در حمله ایراکوتی بر دفتر والی طالبان در کاپیسا 3 طالب را کشته ایم. جبهه آزادی موعی شدند که در یک حمله ایراکوتی بر دفتر والی طالبان در ولایت کاپیسا 3 از این گروه را کشته و جهان نفر دیگرش را زخمی کردند. این جبهه با نشر یک نوار تصویری گفته است این حمله در شهر محمود راقی انجام دادند. به گفته این جبهه راکت‌ها به محل نظامی دفتر والی طالبان برخورد کرده است که در نتیجه 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. ادعای جبهه آزادی 3 طالب را در شهر کابل کشتیم. جبهه مقاومت مدعی کشتن 7 طالب در کاپیسا و تخار شد. اعتراضات در پاکستان، معاون عمران خان نیز بازداشت شد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین پاکستان و معاون عمران خان نیز بازداشت شده است. به گزارش دانیوت قریشی امروز در منطقه سرخ پایتخت پاکستان بازداشت شده است. و در پایان، طالبان استخراج معدن سر و جست گنده کوتل بامیان را به یک شرکت داخلی واگذار کردند. وزارت معدن و پترولیم حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده است قرارداد استخراج معدن سر و جست ولسوالی یگانلنگ نمبر 1 ولایت بامیان را با یک شرکت داخلی امضا کرده است. وزارت عمران و پترولیم طالبان در توییت نوشته است قرارداد استخراج دو معدن روز گذشته از سوی شهاب الدین دلاور سرپرست این وزارت و رئیس شرکت استخراج پروسس معدن افغان در آن امضا شده است. این وزارت گفته است معدن سر و جست در ساحه گنده کوتل ولسوالی یگانلنگ نمبر 1 موقعیت دارد. برای مدت 5 سال به یک شرکت افغانی در آن واگذار شده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.